رادیو همراه بفرمایید. سلام جناب آقای دکتر، برای من باعث افتخار و مباهاته که توفیق این رو دارم که با شما صحبت کنم. لطف دارید، سپاسگزارم، بفرمایید، در خدمتتونم. من 29 ساله هستم، از امریکا با شما صحبت می کنم. 6 ساله که مهاجرت کردم، 23 سالم بود مستقیم به امریکا آمدم به همراه همسر سابق. 22 ساله بودم که به عقد ایشون در اومدم، منطقه با هم زیر یک سقف طبق فرهنگ سنتی ایران زندگی نمی کردیم. اومدیم امریکا با هم زیر یک سقف زندگی می کردیم. من تا 25 سالگی میشه به من بفرمایید چرا عقد کردید و عروسی نکردید در ایران؟ بله، به خاطر مشکلات خانوادگی که بود ما عروسی رو به تعویق انداختیم که دیرتر ازدواج کنیم، هم فشارهای مالی که روی ایشون بود، ایشون هم مثل من دانشجو بودن، و اومدنمون به امریکا خیلی یهویی بود، از طریق لاتاری بود و من نمیخواستم بیام، چون یعنی اون زمان نمیخواستم بیام. ایران دانشجوی ارشد دانشگاه خیلی خوبی بودم، رشتم رو خیلی دوست داشتم، شرایطم رو دوست داشتم و ترجیح میدادم ارشدم رو تموم کنم و بعد بیام ایران، من دوست داشتم و بعد بیام امریکا بود میخوام. من ترجیح میدادم که مثلا پاس سفید بگیریم، ولی ایشون چون خیلی انسان نگرانی بودن و میترسیدن که شاید این موقعیت رو از دست ندن، برنده لاتاری من بودم و با فشاری که ایشون آوردن اومدیم امریکا. و بعد هم بعد از 2 سال من 25 ساله بودم که متاسفانه از هم جدا شدیم. چرا جدا شدی؟ دلیل اول اصلیتون؟ دلیل اولش این بود که ایشون خیلی شخصیت نگرانی بودن، خیلی اوسیدی داشتن، خیلی شدید و من رو خیلی اذیت میکردن و وربال ابیوز داشتم، فیزیکال ابیوز داشتم و اون زندگی برای من دیگه قابل تحمل نبود، خصوصا از لحاظ شرایط مالی من خیلی اذیت میشدم. من با اینکه مینیمم ویج اینجا کار میکردم ولی باز هم اگه چیزی برای خودم میخریدم ایشون دعوا میکردن توی خونه و بسیار آدم مذهبی بودن و سختگیری میکردن، مثلا میگفتن تو باید اینجا حجاب داشته باشی. من میدونستم ایشون حساسن روی مسئله، سعی میکردم پوشیده لباس بپوشم، رفتارم رو با آقایون خیلی کنترل شده انجام بدم، ولی متاسفانه اون رابطه جواب نداد و من با اینکه زندگی مجردی خیلی سختی داشتم و شاید اون ترغیب کرد من رو که زودتر ازدواج کنم، ولی اینجا از ایشون جدا شدم. میشه من بگید شما فرزند چندم خانواده هستید؟ بله حتما، من خواستم اول صحبتام همه این توضیحاتی که نیاز بود خدمتون بگم. من فرزند اول هستم، فاصله سنی با برادرم خیلی زیاده، 2 تا برادر دارم، یکیشون 20 ساله هستن، 9 سال از من کوچیک‌تر هستن و دیگری 11 ساله هستن، ببخشید 18 ساله هستن که 11 سال تفاوت سنی داریم. شما رشته تحصیلیتون چی بود؟ من دانشگاه تهران یکی از رشته‌های علوم انسانی که عاشقش بودم رو خوندم، ارشدم رو ایران مجبور شدم نیمه کار رها کنم به خاطر اون شرایطی که بود و خیلی هم این مسئله که من رو مجبور کرد اون شخص که درسم رو رها کنن رو من خیلی. خب آخه شما چرا قبول کردی؟ شما چرا این همه مدت در عقل بودید متوجه حالات استراب و وسواس و کنترل بوده؟ خیلی پدر و مادرم به رحمت خدا رفتن چند ماه پیش از سر کووید و پدرم خیلی با من بدرفتار بودن و من طبق قوانین ایران حق هیچ کاری رو نداشتم. من حتی صبح کنکورم که میخواستم برم کنکور بدم، من با وحشت و استراب میرفتم کنکور میدادم، چون که حق این که آژانس بگیرم برم کنکور بدم رو نداشتم، حق این که با تاکسی برم بیرون نداشتم و حق این که پدرم رو از خواب بیدار کنم که من رو ببرس از جلسه کنکور نداشته. ولی من تا این حد تحت فشار بودم در خانواده. شما وقتی ازدواج کردید 23 سالتون بود، همسرتون چند سالشون بود؟ 1 سالشون از من بزرگتر بودن. من 22 ساله بودم که عقد کردم. خب وقت بودم گید ایشون چی خونده بودن، چه میکردن؟ ایشون مهندسی خونده بودن و مهندسی خونده بودن و بعد اینجا هم ارشد مهندسی گرفتن و الان هم جای خوبی مشغول به کار هست. بنابراین الان شما 4 سال جدا شدید؟ بله من 4 سال جدا شدم
و خب من هیچ پولی نداشتم، هیچ حمایتی از طرف ایران نداشتم و بعد از جدایم باز پدر خیلی فشار رو بردن که تو باید برگردی ایران و من اصلا نمیخواستم به اینا هیچ اطلاعاتی بدم که من جدا شدم، ولی همسر سابقم خودشون تماس گرفتن و این مسئله رو گفت و من اینجا شروع کردم ارشد خوندن، رشته شبیه به اون چیزی که ایران میخوندم، خیلی موفق بودم ولی در کنارش کار هم میکردم. الان سمستر آخرم هست، دارم کار دفاعم رو انجام میدم و برای پی اچ دی هم اپلای کردم و منتظر نتایجش هستم. اگر اشکالی نداره، اگر دلتون بخواد، باید چه رشته ای هست؟ بله، من لیسانسم ادبیات فارسی بود، ارشدم لینگویستیکس، زبان شناسی. با ما خران دکترا رو میخوای در چی بگیری؟ در همون لینگویستیک؟ من برای پی اچ دی هم Near Eastern Languages and Cultures، هم که شبیه ادبیات فارسی و هم زبان شناسی، هر دو رو اپلای کردم تا ببینم کدوم دانشگاه. حالا اگر شما فرض کنید فارغ التحصیل شدید، معمولا محیط کاری که یک کسی رو با درجات دکترای شما میخواد کجا هستن غیر از محیط آکادمیا یا فرض کنید موزه ها و یه مراکز خاص آموزشی مربوط به سازمان ها؟ بله، من خودم علاقه خیلی زیادی به ریسرچ دارم و از درس دادن هم خیلی لذت میبرم. امیدوارم در هم محیط آکادمی که شما فرمودید برای من شرایط کاری فراهم بشه. اوکی، بسیار خوب. حالا بریم. شما بعدا که از اعضای خانواده کسی به امریکا نیومد؟ خیر، من تنها کسی هستم که خارج از ایرانم. اوکی، خب حالا برای چی لطف کردی تلفن کرد؟ بله، من 5 تا مسئله بود که میخواستم راجبشون با شما صحبت کنم. یکیش این که من مادرم رو 5 ماه خیلی ناگهانی در اثر کووید از دست دادم و ایشون رو خیلی دوستش داشتم. برای من خیلی شخص توانایی بودن با اینکه ایشون دیسابیلیتی داشتن. ایران دانشگاه خیلی خوبی درس خوندن، با وجود همین مشکلی که داشتن کار میکردن و خیلی انسان دلپاک نازنینی بودن. و من اینکه یه هاییشون رو از دست دارم و من زمانی که مهاجرت کردم ایشون رو ندیده بودم، خیلی این مسئله برای من سنگینه و من هنوز در سوی این مسئله هستم. با اینکه خیلی منطقی سعی میکنم با این قضیه برخورد کنم ولی نمیتونم بپذیرم مرگ مادرم رو. ها به من بگید که نه صبر کنید، به من بگید که اگر باز اشکالی نداره مشکل دیسابیلیتی ایشون چی بود؟ در چه زمینه بود؟ ایشون ناشنوای مادرزاد نبودن، منتها از سن بلوغشون دچار کم شنوایی شدن و تا اینکه شنواییشون به مقدار خیلی کمی رسید و زمانی که من کودک بودم حدود 4 ساله بودم ایشون عمل کاشت حلزون انجام دادن برای بزرگ سالان تو ایران، ولی با وجود اینکه این عمل رو انجام دادن قبلشم مثلا از طرف آبخونی زندگیشون رو میزدن ولی استخدام آموزش و پرورش بودن و معلم نمونه بودن، خیلی خوب کارشون رو انجام میدادن. خب آخه ببینید عزیز، این احساس بد شما چه توضیحی داره؟ فقط به خاطر اینکه ایشون که موفق بودن یا حداقل در توجه به چارچوبی بوده؟ ما با هم رابطه نزدیکی داشتیم، من چون تک فرزند بودم تا سالها و خواهری هم نداشتم، با مادرم خیلی رابطه نزدیکی داشتم و بعد از و اینکه با پدرم رابطه خوبی نداشتم، مادرم برای من هم جایگزین پدر بودن و هم مادر و بعد هم که جدا شده بودم از لحاظ عاطفی به هم دیگه نزدیک شده بودیم و اینقدر ایشون قلب پاک و نازنینی داشتن بابت کارهای مثلا اشتباهی که در بزرگ کردن من انجام داده بودن، خودشون میگفتن که اسم من رو میگفتن که فلانی من اشتباه رو برای تو انجام دادم، مثلا من رو ببخش، من الان چجوری میتونم جبران کنم. این همه بزرگواری اون آدم من به یادم میاد و خیلی دلتنگشون هم خیلی زیاد. میشه من بگید چرا فاصله شما و دوتا برادران اینقدر زیاده و ایشون با توجه به مشکلی که داشتن چرا فرزندان دوم و سوم را آوردن؟ انسان سنتی بودن، دوست داشتن بیشتر بچه بیارن و
بین من و برادرم دوبار ایشون باردار شدن که هر دوبار بچه خودش سقط شد. خب آخه یعنی ببینید عزیز یه ذره همخوانی نداره دیگه. شما الان چون مجبورم کمی در مقابل شما بایستم، این همه توصیفی که شما راجع به مادر میکنید، مسئله آوردن بچه به دلیل سنتی، خب بچه هم باید در یه محیط و شرایط خوبی باشه. وقتی مادر مسائل و مشکلاتی داره خب به اون بچه هم آسیب میزنه. آسیب میزنه بله، ولی ایشون در این زمینه، خب مثلا پدر من بچه میخواستن و ایشون هم بچه میابرد. خب نباید میابردن. به پدر میگن نشد، یه راهی پیدا میکردن که نیاد بچه. چون ببینید عزیز، ما معمولا علت این که مرگ عزیزانمون اینقدر اذیتمون میکنه به سه دلیله دیگه. حالا بگذاریم از ویژگی روانیمون، دلیل اول اینه که از دست اونا خشمگین و عصبانی. دلیل دوم که از دست خودمون خشمگین و عصبانی. دلیل سوم که هر دوست. برای که این همه حال بدی که شما الان دارید و این توصیفاتی که میکنید و در حقیقت دارید یک ایدئالی از ایشون میسازید، کار دستتون میده. نه من سعی کردم توصیف واقعی گرایانه از مادرم به شما بگم. گفتم ایشون شخص زحمت کشی بودن، بعد در بزرگ کردن من کوتاهی های انجام دادن. من اینا رو میدونستم. من خودم به ایشون گفتم، گفتم مادر شما این کارا رو کردید که نباید میکردید، و ایشون میپذیرفتن که این بیخردی ها رو انجام دادن. خب این که مشکلی راه نمید، یعنی ببینید جانم. نه ببینید، چون لطف کردی تلفن کردی در خصوص مسئله اولتون مادره. آخه شما دارید مادر رو تبدیل به یه چیزی میکنید که بعدا خودتون توی ارتباطش با خودتون گیر میافتید. یه زن سنتی که اینقدر توان نداره جلو شوهرش بیسته و فکر واقع بینانه کنه، یه همچین مشکل و مسئله داره، به گفته شما کارایی میکنه که درست نیست، بعدا متوجه میشه، قبول میکنه، معذرتشو میخواد، ولی اینا از او یه دفعه فرشته ای نمیسازه یا یه بزرگ و بزرگواری نمیسازه. چون ببینید من میخوام ببینم ویژگی روانی شما چه هست، چون این حساسیت ویژگی روانی من آدم احساساتیه. من انسان خیلی احساسی هستم، خصوصا در برابر مادرم. خب میدونی احساسی یعنی چی؟ یعنی نه واقع بینم، نه عاقلانه من گونم، نه مسئولانه، بعدم شکننده. من وجود نازنین شما یکی از نصیحتم نکنی، من انسان واقع بین. نه نه خیلی خوب، اگر واقع بین هستید دست از این توصیه و کار نست خودتون میدید. برای بپذیرید مادر در یه محیطی بسیار خوب بودن، بسیار عالی بودن، بحثی ندارم، ولی به گونه ای که شما حالا میخواید ببینید، مثل این مونه که جسارت من رو ببخشید و بعدم مسئله هیچ مثال من مثال خوب نیست. من اگه یه کسی یه دلارش گم بشه گریه کنه مسئله دارم، ولی اگر بگه 10 میلیونم اونم مال دیگران بود و دست من بود و نابود شد و خیلی هار به هم ریختن، گریه شما میتونم بفهمم. من نمیخوام شما یه چیزی برای خودتون درست کنید که بعدن گرفتار بشید. بعدم حتی شما ببینید کمکتون نکردند یا نتونستند، نمیدونستند که شما همچی ازدواج عجیب و غریب و غلطی نکنید. بله. یعنی تولد برادرها با اون فاصله مسئله است، ازدواج شما و نگه داشتن شما رو تو اون چارچوب مسئله است، زندگی کردن با پدری آنچنانی که شما توصیف کرده مسئله است. ما همه اینا رو بیایم تبدیل کنیم، میشه تبدیل کرد به یه قربانی که شما من بفرمایید به دلایل آنچه که بودند، حالا نمیخوام برچسب بزنم، این همه آسیب خوردن ولی به بقیه هم آسیب زدن. بله، مادر من خودش انسانی بود که آسیب خورده بود به دلیل ظلمی که طبیعت به این آدم کرده و ناآگاهانه به منی که فرزندش بودم آسیب زده. این صحبت خب شما رو من قبول دارم. خب همون جاست که میشه عزیزم که یه دلیل این که شما این همه ماجرای مرگ مادر به همتون ریخته، برای که الان زندگیتون به هم ریخته است. بله، یه ازدواج غلطی که توش سخت آسیب دیده، اونم آدم حساس و شکننده ای مثل شما، اونم گرفتار یک کسی شده که خوردش کرده، نه اینکه فقط ازش جدا شده. دقیقا یعنی من اون آدم خورد کرد و من خیلی این 4 سال تلاش کردم تیکای وجودم رو با هر سختی که بود به هم بچسبونم. حالا بذارید تا شما مشغول چسب زدن به این تکه هستید و یه دختر خانم به در بخوری بشید، ما پیام‌ها رو یواشکی بشنمیم و برگردیم.
صحبتون رو با هم ادامه میدیم. و من در ادامه اون صحبتم میخواستم بگم که بعد از صحبتی که راجع به مادر و اون ازدواج نادرست انجام شد، من خواستم بگم که من الان یه سری ترس ها در وجودم هست. از ازدواج خیلی میترسم و انسان کمالگرایی هستم، هیچ کس رو اونقدر کامل نمیبینم که بتونم بهش عشق ببرزم که بخوام باشه. ناخه سب کنید، اینا چه ارتباط دارن؟ سب کنید، سب کنید، اونجا بیستید دیگه. ببینید کارا همش خراب شد. اولا ترس از ازدواج، در ازدواج خبر خاصی نیست، آخرش این است که وقتی که آدم متوجه شد که ازدواج اشتباهه و یا مشکلاتی داره، اگر مشکلات تونست رفع کنی که رفع کرده، برای که زندگی در حقیقت حل مسائل و رفع مشکلاته، و اگر هم نشد جدا میشه. وقتی طلاق رو اینقدر چیز عجیب و غریبی نبینه، خب اتفاق نیفتاده حداقل تا دورانی. چیز عجیبی نمیبینم، یک بار هم که این اتفاق برای خب پس نه الان نه به گذشته نریم چون اونو مطمئن نیستم. نه الان میگم چه ترسی داره ازدواج؟ مثلا به شما گفتن چه کارتون میکنن در ازدواج؟ من از اینکه دوباره اینجوری به شما بگم، من از اینکه دوباره آسیب بخورم میترسم. چرا آسیب بخورید؟ نخورید، شما میمونید توی ضابطه تا زمانی که تلاشم رو میکنم که آسیب نخورم تو زندگی. نه 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 سب کنید، خودش تلاش مثل من میگم میرم مهمونی، من تمام تلاش رو میکنم که آسیب بخورم. تو مهمونی قرار نیست که آسیبی باشه. شما اگر یه فرضی بر این گرفتید که ازدواج حتما توش آسیبه و اصلا یه درد مکرره، یه رنج به هر حال پشت سر همه یا هر چیز دیگه، خب این نگاه غلطه. ازدواج شما میمونید تا زمانی که خوب و خوشی دقیق نیستید میاد بیرون، ای براتون طلاق مهم نیست. تموم شد. خب من ترجیح میدم ازدواجی رو شروع کنم که لااقل حد من این باشه که این ازدواج پایانش طلاق نباشه. حالا خب حدستون بر همین مبنا عمل کنید، ولی اگرم بود بود، من به همینجاست که عرض کنم اگر نمیتونید طلاق بگیرید بی خود میکنید ازدواج میکنید، اگر نمیتونید بچهتون مرد زندگی کنید بهتره که بچه نیارید. دنیا خیلی جدی تر از این است عزیزم، طبیعت اصلا شوخی نداره عزیزم. تمام آدمایی که تو این دنیا اومدن مردند، مگر ماهی که باقی موندیم که 100 سال نمیدونم 120 سال دیگه هیچ کدوم باز نیستیم. واقعیت جهان رو که با لغت ترجیح نمیشه به هم ریخت. من ترجیح هم اینه، همچی سفارشی نداریم عزیز. من گفتم متاسفم که تکرار میکنم، نمیخوام وارد جزئیات بشم، خدام خواستهاش پیاده نشده تو دنیا. 124,000 تا پیغمبر با کتاب و نمیدونم جزوه و همه فرستاده. ببینید عزیز، دست از این بازی بردارید. یعنی شما دقیق نه 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 شما دارید من میگید واقعیت نه، ازدواج هیچ چیزی نداره. ازدواج آدم میکنه، فرض بر اینه که خوبه، روزی که دید خرابه درستش میکنه، دید نه مثل یه اتومبیل که خرابه رو میندازنش دور. همین سادگی. دوم لغت عجیب و غریب دیگه ای گفتید که من آدم کاملی نمیبینم مثلا. نه من چیزی کامل به اون معنا نه، چیزی که من بتونم به اون آدم عشق بورزم. نه شما شما عزیزم، شما اگر گفتید ملاک من برای عشق ورزی اینه که طرف 7 متر قدش باشه، این چه بازیه در آورد؟ من بهش عشق بورزم غریبی ندارم. دقیقاً عجیب و غریب داری. نه صبر کنید، باشه عاقل باشه معلم، بسیار خوب، فراوونن از این آقایون که شما میفرمایید. خب احتمالاً کسی با کسی با تمام این خصوصیات که اهل سوء استفاده هم نباشه تا حالا من به طور من یکی نخواهد. من میترسم شما 25 تا توضیح دید، ماشینش هم رنگش مشکی نباشه، کچلوارش هم نمیدونم کرم نباشه، مادرش هم اسمش با میم شروع نشه. عزیز دست از مسخره بازی بردارید. تمام گفتم داستان همون بابایی بود که دم بهشت ایستاده بود، گفت سوال میکنم جواب بدید، اگر جواب درست دادید میری تو. به اولی گفت تو تا چند تا میشه، گفت 4 تا، گفت برو تو. به اینکه گفت 4 تا چند میشه، گفت 16 تا، گفت برو تو. نوبت به من یا شما که رسید، گفت 357,432,626 38,520,000. دو باری که رفتی حالا جان بگو آقا، خب بگو نمیخوام، شما بگو من نمیخوام ازدواج کنم، ما هم خلاص میشیم. ولی آقای با این همه مشخصات، خب اگه تو دنیا هست، خب یک شب میتونه نتیجه به اصطلاح به شما برسه. این نیستم که نصیب من بشه، امیدوارم ببینم و نصیب من بشه. اگه شما میگید که هست که من خب معلومه که هست، به همین جاست که 92% مردم ازدواج میکنن بالاخره. آره ولی من مثلا خیلی کیسا رو دور برای خودم میبینم، میگم که چجوری این خانم همچین مردی رو تحمل میکنه، اینا چجوری از هم جدا نمیشن، خیلی تعجب میکنه.
این همه کیس متعهد شما همچنان متعجب بمونید که اشکالی داره. بعد خب یکی از سوالامه که پرسیدم و ترس از ازدواج بود، یکی از مسائلی که خیلی برای من خصوصا تو امریکا مشکل ایجاد کرده ترس من از سگ و گربه است. خیلی ترس اغراق شده ای دارم. خب اسم این ترس نیست، اسم این فوبیاست و فوبیا رو میشه تو 4 جلسه تو 6 جلسه از شما گرفت. خب من برای درمان این فوبیا پیش روانشناس رفتم، منتها روانشناس دانشگاه بود و من کاری به روانشناس دانشگاه غیر دانشگاه نمیم، یه کسی که بتونه از یه تکنیکی ما بشیم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن به راحتی میتونه ترس از سگ و گربه رو از شما بگیره. الان شما مثلا روانشناسی رو متخصص در این زمینه اونقدر اصلا اونقدر متخصص نمیخواد، تمام روانشناسان که این تکنیک رو ازش استفاده میکنن سیستماتیکی چیزه. من تو سی دی ترس و اضطراب و وحشت حتی چگونگیش رو گفتم، مثالی هم که زدم در جهت پرواز و هواپیما بوده، تکنیکی است که میشناسیمش که کاملا در ذهن شما میشه این مشکل رو حل کرد. معمولا 4 یا 6 جلسه حد اکثرش من آدم های میدونستم کار کردم با ایشون که حالا سگ و گربه که هیچی، مثلا اصلا عکس مار یا فیلم مار رو میدیدن حالشون بد میشده تو تلویزیون. بله ولی خب درست شده، مشکلی هم نداشتم. خیلی ممنون بابت توضیحتون راجع به این زمینه. و مسئله دیگه که باز به همین نگرانی من برمیگرده، نگران راجع به آینده‌ام که اومدیم و من مثلا پیشتین رو گرفتم و کار پیدا نکردم و خیلی چیزهای دیگه، در حالی که این آینده هنوز نیومده، من ازش مثلا من دلواپسشم. خب بی خود، برای که ما در دنیایی هستیم که باید واقعیت رو به درستی ارزیابی کرد. شما همچنین رشته عجیب و غریبی رفتید، قبول کنید از 10,000 تا دانشجو که در دانشگاه هستن 4 تا میخوان رشته شما رو دارن یا 2 تا. خب آخه به چیز رفتید که به هر حال محیط کارش و بازارش خیلی محدوده و بنابراین الان با توجه به این انسانی خوندن و بعد آخه انسانی شما نخون، آخه علوم انسانی خوندم در دبیرستان رو دارم میگم آقای. خب دبیرستان که جایی بله نداره. و بعدش که رفتم دانشگاه مجبور بودم یکی از رشته‌های علوم انسانی رو انتخاب کنم و رشته رو انتخاب کردم که بیشتر از همه دوستش داشتم. آخرش باز شما یه حرفای عجیب غریب میزنید. آخه اسمش اینا علوم انسانی به اون صورت نیست عزیزم. ما معمولا این رو یه کمی در حاشیه میبینیم، ادبیات رشته علوم انسانی نیست، یعنی یه نوع نگاه خاص به موضوع به هر حال سخن در انسان. حالا لینگویستیکه وارد یه مرحله میشه، ولی اصولا علوم اجتماعی انسانی اولش روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه از حقوق، علوم سیاسی. شما اونقدر رشتهتون نه اینکه نبوده، ولی آخه شما باز دوباره یه رشته رفتید که فرض کنید آدمی که میخواد بیاد امریکا یا اومده امریکا با ادبیات فارسی چی کار کنه در امریکا؟ دیگه نزدیکترین رشته‌ای که من میتونستم اینجا بخونم که از صفر نخوام شروع کنم لینگویستیکس بود. نه شما میتونستید با لیسانستون و یا فوق لیسانستون از اونجا برید دورهای فوق لیسانس رشته‌های دیگر رو بخونید عزیز. نه و هیچ هم قرار نبود از لیسانس شروع کنید. شما با داشتن لیسانس و فوق لیسانس داشتید میتونید برید فوق لیسانس روانشناسی رو، اونو برای دیگران میگه. حالا که اون گذشته و رفته، بله خب این رشته‌ای که شما دارید یه محیط بس محدودی داره، بله شما باید فکر کنید که کارا دیگه و گزینه‌های دیگری که دارید چیه علاوه بر این موضوع. اگه من بخوام بر اساس علایقم برم جلو، اصلا فراموشش کنید عزیزم. در ابتدا به چرا من با شما برخورد قبل از پیامم با شما، چون شما اصلا واقع بین نیستید با یه لغت احساس. علاقه رو وقتی است که این علاقه واقعیت خارجیش هم محسوس و ملموس باشه. آخه میدونم استعداد خیلی خاصی در این زمینه دارم، این رو دارم میبینم هم اینجا هم زمانی که ایران بودم. بسیار خوب، پس بنابراین شما اگر استعداد خاصی دارید و علاقه خاصی هم دارید، به هر حال جزء اون گروهی هستید تو این کار که میتونید شغل و کار پیدا کنید. اگه قرار باشه شما پیدا نکنید، پس دیگه یه رشته ای رفتید که اصلا کار براش نیست. بله و سوال آخرم رو هم میتونم بپرسم؟ حتما بفرمایید. من در زمینه رفتارم با پدرم میخواستم از شما بپرسم. من مدتی با ایشون قطع رابطه کرده بودم، الان خب برادرای من
با ایشون فقط زندگی میکنه و ایشون خب به دلیل ظلمایی که با من کردن و من هیچ کینه ای ازشون ندارم و از سر قدرت بخشیدمشون نه از سر ضعف و درک میکنم نادانی ایشون رو تو خیلی از کارها. شما میگید که بهترین رفتار من با ایشون چه میتونه باشه؟ من با ایشون رابطه خیلی سطحی رو داشته باشم یا رابطه‌ام رو به طور کلی با ایشون قطع کنم؟ نه، رابطه خیلی سطحی داشته باشید در حدی که شما اذیت نمیشید. هر وقت دید اذیت میشید رابطه رو کم کنید و محدود. و اگر دید رابطه اونم سطحی رو با ایشون نگه دارم بدون تردید صلاحتونه، برای که راحت تر هستید. علاوه بسیاری از این مردمان روابطشون همه سطحیه. من همیشه یاد شعر فروغ بیافتم که این جهان پر از حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را میبوسند در ذهن خود تناب داره تو را میبافند. آدم ها دارن بغلتون میکنند و هاگتون میکنند و میبوسند شما رو، ولی دلشون موقع شما رو آویزون کنند. وقتی ما میتونیم همچین رول و نقشی رو داشته باشیم، شما هم روابط سطحی را نگه دارید که هم خودتون راحت باشید، هم بقیه راحت باشن، هم پدر، هم برادران، هم دیگران شما رو به خاطر بی‌توجهی یا بی‌اعتنایی به پدر سرزنش نکنه. برای چی؟ برای خودتون دردسر درست میکنید. دقیقاً مسئله من همینه، چون من برادرام رو خیلی دوست دارم، براشون احترام خیلی زیادی قائلم و میتونم بگم من اینا رو تا حدی بزرگشون کردم و رابطه پدر من با رابطه پدرم با برادرانم متفاوته و اونها خب سنشون هم کم بود، اون بدرفتاری‌ها رو ندیدن و الان هم که باشون صحبت بکنم دلم نمیخواد صحبت کردن من با اونا یادآوری روابط من با بد من با پدرم باشه. میخواستم ببینم که اونها رو آیا نیازی هست تا حدی آگاه کنم؟ اصلا به هیچ وجه. برای چی درگیرشون کنم؟ چرا نگاه و نظر اونا رو اگر پدر به اونا بد نکرده و بدی نکرده بگید یه پدر بدی بود به من کرد؟ برای که به پدر جزی از وجود اوناست، چه ضرورتی و چه اهمیتی داره؟ پدر جزی از وجود اوناست، ولی این که میبینن من اونجوری که خیلی از دخترها شاید با پدرشون باشن، من با پدرم نیستم، نباشه سرد باش صحبت میکنم، برای اینا شاید خیلی چیز عجیبی باشه که خواهر ما چرا اینجوری، و من نمیخوام اونا نه از سر وابستگی، ولی تصویر من برای اینا یه نقش بزرگی تو زندگیشون دارم. خیلی وقتا اونا رو از اشتباهاتشون آگاه میکنن و واسه همین برای الان در هنوز سن اونا کمی به نظر من که شما بخواید درگیر این موضوع کنید. برای بذارید تعجب کنن که چرا خواهر ما با پدرمون این گونه است. تعجبشون این مطرح کردم بگی به هر حال موضوعی سالاتی سالم خوب نیست، در گذشته با پدر مسائل داشتم، حالا یه وقتی فرصت شد براتون تعریف میکنه. بله. و یه سوال دیگه که الان بزنم میشه که این رو هم ازتون بپرسم. من در آینده دیتی اگه با کسی داشتم، خب من انسان صادقی هستم، هرچی که باشه صادقانه میگم، چیزی هم نیاز نباشه سعی میکنم نگم، ولی راجع به رابطه هم با پدرم تا چه حدی من باید مطلع کنم؟ هیچی، تو یه دقیقه یا دو دقیقه کلیاتش رو بدون که وارد چرا شما مثلا با هم در تماس مداوم؟ دقیقا شما یکی دقیقه گفتید پاسخ این است که من در کودکی به خاطر رفتار و نادانی و خودخواهی پدرم آسیب دیدم و بنابراین ترجیح من این است که کمتر باش رابطه داشته باشم. به همین. و این در آینده موجب این نمیشه که این شخص من رو سرزنش کنه؟ چون همسر سابق من سر این مسئله، با اینکه من سعی میکردم لاغر همسر خوبی برای ایشون باشم، ولی سر این مسئله من رو سرزنش. آدم درست نمیکنه، خودشون منو سرزنش میکنه. بنابراین شما هر وقت به خاطر بیماریتون شما رو که کسی سرزنش کنه که قرار نیست ناراحت بشید. نتیجتاً یه آدم همچی خلوچلی رو پیدا نکنید. شما که دنبال نوع خوبش هستید حداقل این حداقل رو بدونید. ضمناً کسی رو پیدا کنید که اونم خیلی این نوع حرفای عجیب و غریب و وابستگی ها و بیماری ها رو نسبت به خانواده خودش نداشت باشه، تا رجوع شما هم نداشته باشه. افهم بسیاری خوشحال میشن که شما زیر کنترل و سلطه کسی نیستید و از این بابت آسوده هستن که خاطرش راست از کسی تو زندگیشون دخالت نمیده. من تمام 29 سال زندگیم تلاش کردم زیر سلطه کسی نباشم. بسیار عالی. بنابراین آسیبایی هم که خوردم به خاطر همینه که ترجیح میدادم مستقل باشم. بنابراین مستقل و آزاد باشید و مطمئنم که
آینده خوبی در انتظارتونه. خوشحال شدم باهاتون صحبت خیلی کردم. متشکرم، خیلی ممنونم از تمنا راهنماییتون. میکنم. خواهش میکنم. خدا زنده باشید. نگهدارتون.